امروز قرار که در مورد اینفینیتی کسل صحبت بکنیم و بحث تاریخ عرضه در واقع این سینمایی ها که حالا اشاره میکنیم بیشتر در موردشون صحبت میکنیم یه بحث دوشش داریم متاسفانه و خواهش میکنم قبل از اینکه به عنوان فن و کسی که اثر رو دوست داری بیا اینجا فوش بدی به من یه ذره گوش بده و بعد صحبت کن و بعد کامنت بذار صحبتی هم که در مورد تاریخ ارزی اثر میکنم نه لیکی اتفاق افتاده هیچی و تمامشون بحث استدلال من هستش مثل همین فصل 4 من صحبت کردم و دقیقا دیدین که در فصل بهار اومدش اینو دارم اینجا میگم که این در ذهنتون باشه که ممکنه بحث تاریخ عرضه ای که بر اساس استدلال های من اتفاق میفته در آینده روخ هم نده و یه ذره بحث جا به جایی رو داشته باشه اول اصلا میبریم که تریلر تیزر رو ببینیم و بعد برمیگردیم تریلر تریلر مثل اینکه اوکی صدا اومد و اوه, اوه! اوه! اوکی okay, اوکی okay, جالبه حس ترس داره میده جالبه بازم سی جی آی هم هست این سی جی آی استفاده به این شکل رو میپسندم این استفاده درست از سی جی آی در این صحنه حالا صحبت میکنم برای چی نه احساس میکنم همین قرار باشه کلا هم، بابا بله اینها رو که دیدیم چقدر موزیک خوشگله مرسی و تمام او وایسی میبینم یه سری کرکتر این وسط بود نه فکر کردم یه سری تصویر جدید دیمن داره میبینیم که هیچی بله ویژوال و زیباست بله The movie <applause> The movieش به حال بود تریلی از بالا پایین کات خورد و نهایتان هم تریلوژی بله و میاد به سینما ها بعد یک سگانه ای در روی از این که من سی جی آی پسند نیستم این بحث نظر شخصی بنده هستش و مخصوصا من این که طبعا با فصل اول اومدم با فصل دوم اونها رو دیدم وقتی که نگاه میکنم به روندی که اثر داشته یک دفعه این حجم از سی جی آی رو میبینم کمی آزارم میده اما سی جایی که اینجا دیدید که گفتم موافق این حرکت هستم درک محیطی واسه من خیلی مهمه در یک اثری که میبینیم و اینکه به صورت فرست پرسن مخصوصا اون حس ترس رو میتونه القا کنه در این فضا قرار بگیره سی جی بودنه میگذرم ازش و باش اوکیه و سر همین گذاشتم نکته دیگه هم که وجود داره بحث این سی جی فایت های قطعا بزرگی تو بحث اینفینتی کسل هستش من مانگا نخوندم لطفا اسپویل نکنید یه وقتی ولی خب کاملا بوش واضحه دیگه این قسمت آخر در واقع فصل چهارم همچین بوی رو میداد خلاصه بر سر اینکه فایت های بزرگ داریم اینکه زمان کمتری میذارن دیگه سی جی درست شده حالا یه سری حرکت هستش به نام انگلیسی رو الان به یاد نمیارم من قبلا انجام میدادم چون من گیم و اینها هم یه ذره کار کردم و ساختم که شما میتونید کلیک میکنید مپ ساخته میشه کپی پیسته و اون فضاهای دوری که در واقع در اثر دارید مثلا اینجاها میبینید اینها همه به همین شکل ساخته میشن و کار منطقیه برای این فضایی که اینقدر شلوغه کشیدن یه همچین چیزی به صورت انیمیت دراین خیلی زمان بره منطقیه و میگذرم ولی باز هم میگم نظر شخصی من, من دوست دارم که بیشتر از این که CGI ببینم انیمیت دراینگ ببینم ولی خب از اون سمت طبیعتا مخصوصا بحث زمان وجود داره خیلی براشون زمانگیر میشه وقتی این همچین حرکتی رو انجام بدن میتونن تمرکز خیلی بیشتری بذارن روی بحث فایت هایی که وجود داره بین در واقع و آپرمون ها و در واقع اتفاقاتی که خلاصه قرار بیفته قبل از اینکه این در واقع تریلر بیاد بیرون و رسما یعنی در واقع اعلام بشه که سگانه در راهه دوستان اومده بودن خیلی قبلتر تر و مال اپیزود چنده یعنی وسط فصل چهارم بودیم که دستشون میخوره لیست میشه سگانه و هر کدوم از اون مووی ها هم که در واقع چه کیوی ویژوال مخصوص به خودشونی هم دارن رو در واقع لیک شده بود و افشا شده بود مشخص شده بود اینا بلا فاصله هم بر میدارن ولی تو همون تایم پخش میشه خبرش که این قضیه وجود داره و در واقع تاییدم هم شدش بعید هم نبود این اتفاق بیفته از اونجایی که نگاه کنید به اثر هم فصل چهارم بود هم فصل در واقع سوم بودش که اومدن یکی دو تا اپیزود رو بردن توی سینما با یک پروموشن عجیبی و در واقع توی کلی کشور رفت بالای سینماها و پخش شدش زودتر هم پخش شدش برای چی این اتفاق میافتادش برای پول این اتفاق میفته چون بحث سینما خیلی بحث مالیش خیلی مهمه و بعدش جدا از اونم که دقیقا اتفاقی که میفته دیگه سینمایی ها سینمایی ها که نه اون اپیزودهایی هایی که طولانی تر بودن و در واقع به صورت سینمایی رفته بودن بالای در پرده های سینما رفته بودن از این سمت هم اومدن به صورت تلویزیونی هم منتشر شدن باز و این حرکت دوستان اگر در جریان نیستید بهش میگن دوشش و توی از گذشته بوده دیگه این کارو یوفو تیبل قبلا هم انجام داده مثلا مثال بخوام بزنم مووی چی بود اسمش قطار چی بود اسمش اون خلاصه ترینه اونجا هم اول مووی اومدش و بعد اومدن دوباره به صورت تیوی همونو تیکه تیکه کردن دادن بیرون دوستان دوششه حالا چه دوست داری چه ناراحت میشه این قضیه وجود داره دیگه و این حرکتی هم که دارن اینجا میزنن من فقط یه لحظه میخوام نگاه کنم ببینم که چقدر از کدوم چپتر میشه هاشر ترینینگ آرکه اینفینیتی کسله از چپتر 140 تا 180 چهل چپتر رو قرار بین 3 تا مووی تقسیم کنن آخ و بعد از اون ما چقدر داریم 20 تا چپتر دیگه میمونه کلا آ ای وای <تصحق> <تصحق> خب قضیه اینجاست که من آرک آخری رو ندیدم اسمش خب قضیه اینه که اینفینیتی کسل رو که ما میبینیم و سه تا مووی تموم میشه قصه اثر به پایان نمیرسه دوباره یه آرک 20 تا چپتری دیگه هم نگه میدارن که دوباره بر سر اونم قطعا مووی بدن و قطعا فصل بدن و همچنان بدوشن این بندگان خدا رو اگر هم مخالف بحث دوشیدن هستید دوستان نگاه کنید به همین فصلی که ما در واقع دیدیم این فصل چقدر بود؟ ده تا چپتر بود کلا که خب <تص> ده تا چپتر دوستا معمولا دو سه تا چپتر میشن یه اپیزود انیمه هشت تا اپیزود کشش دادن و بعد اپیزود آخر در واقع این فصل رو دیدید جدا از اینکه بسیار زیبا بودش مخصوصا بخش آخرش یه سری حالا تحلیلش میاد میبینید که من خیلی دوست داشتم اتفاقا اپیزود رو ولی خب صحبت کردن های بویشیکی هم کاملا واضح بود بین هر حرفی که میزدی یه روبی فاصله بود و من فکر کنم تایمی که من یادم میاد بین 15 تا 20 دقیقه صحبت بود فقط و ما عملا اتفاقی نمیدیدیم در واقع در اون قسمت تا اینکه اون بخش آخر میرسه که خب شاهکار بسری بود بسیار زمان گذاشته بودن شاهکار بسری یه ذره زیاد رویه ولی بسیار زیبا بودش و بسیار کار کرده بودن روی اپیزود و وازن اون همه سی بد دیدیم اون همه جنگل های افتضاح دیدیم فضا نه چندان جالب دیدیم فایت های بسیار کوچیک کوچیک دیدیم توی طول اپیزودهای دیگه و هم میخواستن تایم بیشتر بذارن روی اینجا و مخصوصا روی مووی ها این رو همینجا بگم که مووی ها رو احتمالا دوستان داشتن کار میکردن کار میکردن که این رو مووی بدی داشتن کار میکردن از اونجایی که بحث سینما هم وقتی وارد میشه و وقتی رسما اعلام میشه که یک مووی سطح کیفی باید یه چیز مشخصی باشه و حداقل میگم از این فصلی که این بار ما دیدیم ما انتظار کیفیت خیلی بهتری داریم در واقع مخاطب این انتظار رو داره و این دوستان قطعا زمان بیشتری میذارن یه بحث دوشش دیگه هم اینجا اعلام بکنم یو فوتبل اگر فکر میکنید اثر دیگه ای وجود داره که توی تاپ در واقع اولویت هاشون قرار داره همچین چیزی وجود نداره آثاری که بریم نگاه کنیم حال حاضر دارن کار میکنن یه نمونهش ماهوتسوکایی نویوروه ویچاند هولی نایت که مانگای خوبی لایت ناول بود لایت ناول خوبیست چیزی که من رفتم نگاه کرده بودم و قرار مووی بگیره دوباره بحث پول شد مووی دوستان مساویس با پول این رو تو ذهنتون داشته باشید این یه نمونه از اون آثاره هم بحث شهرت حالا من دوباره چک بکنم که مطمئنشم بحث شهرت رو دقیقا شهرت چیه هیچ کس نمی‌شناسه اثر و یه دونم اثر کاتسوگیه که خب تیوی وی داشته الانم برای این اثر هم داره مووی میاد اینم دقت کنید ما تایم هیچ اطلاعات از اینها مشخص نیست و این اثر د... اینم هیچ کس و <تص> این دو تا آثار نمونه آثاری هستن که دارن کار میکنن یا از اون ور یه خبر بحث گنشین وجود داره که گنشین ایمپکتی که دوستان دارن کار میکنن هیچیش مشخص نیست و حتی اگر برید سرچ کنید زده آنتایلتده و در واقع مشخص نیست اون اصلا وضعیتش خیلی تو دیواره یعنی خیلی اینجوری نباشه من چه اتفاقی قرار برش بیفته فعلا و اولویت اصلی دوستان بر سر دیمین اسلیر این که انقدر سریع اعلام میشه که فصل بعدی در راه فصل بعدی که نه ادامه اثر در راه چند تا مسئله وجود داره بحث اعلام ها که دوستان اتفاق میفته الان هم دیدی چیزی نشون ندادن چون چیزی هم همچین آماده نداشتن بخوان نشون بدن این به چه معنی است یعنی اینکه ما میخوایم اعلام کنیم یه قضیه یه وجود داره بر سر سهام این اعلام کردن ها خیلی موقع بر سر سهام داره اتفاق میفته یه سری جزئیات داره که من الان نمیخوام ورود کنم به اونجا چون باید خیلی صحبت بکنم صرفا این یه مقدار ایده رو در ذهن داشته باشید خلاصه تیمی هم که روش دارن کار میکنن استف اعلام نشده و احتمالا همون استف قبلی رو دوباره هم بیارن که من اینجا یه سیراشون رفتم چک کردم یکی این آقای بود یه شخصیت هم هستش که قابل پرستش کجاه بزای من پیداش کنم ایشون برای من خیلی جالبه حضورش ماتسوشیما آکیرا این شخصیت هم برای من بسیار جالبه از اونجایی که کی انیمیشن اپیزود یک اینجا دستش بوده اپیزود یازده انیمیشن دایرکتور بوده که این خیلی مهمه این کرکتر و ایشون خیلی میتونه زیبایی بیافریند ایشون دوباره هم اگر حضور پیدا کنه چون بحث زیبا خلق میکنه دوستمون بگذریم برسیم بحث تاریخ ارزه بر اساس اینکه روی یک سینمایی دارن کار میکنن و از اون سمت فایت فراوان داره دوستان یادتون باشه من بر سر همین که آرکه کوچیک بوده همین که بحث هایپه بوده خیلی صحبت های دیگه کرده بودم که این فصل قرار بود بیاد گفتم دقیقا یک سال بعد میاد که تایمم دادم گفتم فصل بهار میاد اتفاق افتادش اینجا اینها دوست دارن طبعا زود بدن و در واقع یک درآمد خیلی خوبی هم دارن در میارن اونور اثرهای دیگه انقدر کار خاصی دارن انجام نمیدن براشون سر همین این اثرشون که وحشتناک داره براشون پول سازی میکنه اینا هم که خب لطف دارن دارن میدوشن تا ناموس دوست دارن که زود بدن اما از اونجا که باز میگم فایت ها خیلی توش فراوونه مثل این دفعه نبودش این دفعه فایت خیلی کم داشتیم همش صحبت بوده فایت ها کوچیک کوچیک بوده سعی کردم تو هم که میشه اونها تایم کم بذارن برای یه سری چیزهایی که قا... اصلا نیاز نبوده سی مثل چشمه رو من خیلی صحبت کردم بر سر اصلا نیاز نبود چشمه رو در واقع به اون شکل در بیارم به صورت سی جای و اون قد زشت برای همین واضحا تلاش اینها این هستش که زودتر بیاد یعنی مثلا میگم تابستون 2025 بدن که من بعید میدونم همچین توانمندی رو داشته باشن حس میکنم دوستان یا اثرشون میره برای پاییز 2026 ش... نه 2026 که نه پاییز 2025 میره یا زمستون 2026 یکی از این دو گزینه اتفاق میفته که من حس میکنم از اونجایی که اینها علاقه دارن زودتر در واقع این اتفاق بیفته همون بس 2025 و, و در واقع پاییز رو باید در نظر بگیرید مگر اینکه باز میگم اینها از خیلی وقت پیش داشتن کار میکردن که بخواد تابستون بیاد جالبه که کیویجولا بک‌گراندش کامل سی‌جی‌آیه <applause> پایه‌گذاری و آمادگی مخاطب برای همچین قضیه جالبه خلاصه اوکی سابسکرایب لایک کامنت یادتون نره و این ویدیوها رو هم ببینید بریم که منتظر باشیم دیگه پیش بینی من بحثش یک کلام پاییز 2025 اگر زودتر اومد که میتونید خوشحال شید اگر دیرتر اومدش که من یه دونه حدس داشتم برای دیرتر اومدنش ببینیم که چه اتفاقی میفته خداحافظ شما